به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان به مکتب هادی خوش آمدید با مضمون فیزیک صنف نهم در خدمت شما عزیزان هستیم قبل از شروع درس شماره واتساپ ما را یادداشت کنید شماره ما هست دو سیف و شست و شما میتونید از طریق این شماره با ما در ارتباط باشید منتظر پیام های شما عزیزان هستیم با همدیگه درس امروز با انرژی آغاز میکنیم امروز قصد داریم فصل سوم با موضوع برق جاری را موارد بررسی قرار بدیم دو تا موضوع رو بررسی میکنیم یک جریان برقی و دوم تفاوت پتانسیل که در درس هشتم منار با هم بررسی میکنیم یک مرور بر درس جلسه قبل با ما همراه باشید خب شاید عزیز در جلسه قبل که در فصل دوم با موضوع احتزازات و امواج قرار داشتیم چی مطالبی را مورد بررسی قرار دادیم ما آمدیم امواج تعریف کردیم گفتیم هر گونه اختلالی که باعث انتقال انرژی در یک محیط شوه ما به این میگیم موج خب امواج به چند دسته تقسیم میشد شما بگید شاید عزیز ما امواج به دو دسته تقسیم کردیم دیگه خب این دو دسته چی بودن شاید عزیز شما بگید آفرین امواج کی و امواج الکترومغناطیسی خب امواج مکانیکی چه امواجی بودن؟ امواجی بودن که برای انتشار نیاز به محیط مادی داشتن مثل امواج سوتی اما امواج الکترومغناطیسی امواجی بودن که برای انتشار و تولید نیازی به محیط مادی ندارند مثل امواج نوری در ادامه طول موج با هم دیگه بررسی کردیم گفتیم که فاصله ای که موج در یک دوره یا در یک پریود تایی میکنه برابر با طول موج هست که با حرف لاندای یونانی هم نمایش میدادیم واید اندازه گیریش چی بود؟ واید اندازه گیرش متر بود که ما در سنف های بعدی با طول موج خیلی کار داریم و شما در این سنف فقط در حد یک تعریف باید این طول موج بدانید باز در رابطه با امواج صوتی صحبت کردیم گفتیم امواج صوتی از نوع امواج ارزیه مکانیکی هستند دیگه که برای انتشار نیاز به محیط مادی حتما دارند واحد اندازه‌گیری شدت صوت یا طول صوت هم که گفتیم دیسیبل بود این موضوعات جلسه قبل بود اما درس امروز ما در رابطه با برق جاری خب شایده عزیز اولین مفهومی که باید در قسمت برق جاری ما باید بدانیم مفهوم سرکته که سرکت چی هست اگه شما یک گروپ داشته باشید مقدار سیم مسی و یک بیتری داشته باشید اینها رو وقتی که به همدیگر متصل میکنید گروپ شما روشن میشه در واقع شما اینجا یک سرکت ساده رو تانستید ایجاد کنید پس سرکت چیه؟ سرکت یک مسیر بسته است که باعث انتقال جریان برقی میشه مثل همین مثالی که زدیم اما نکته بعدی که باید بدانیم تعریف جریان برقیه خب به شکل ها نگاه کنید در شکل اول شما میبینید که گروپ ما روشن شده چرا روشن شده؟ چون یک مسیر بسته ما اینجا داریم در این مسیر بسته الکترون ها تانستن که حرکت کنند. وقتی که الکترون ها حرکت کردند، باعث شدن که گروپ ما روشن شود اما در شکل دوم وقتی میبینید ما یک قطعی داریم دیگه اینجا سویچ ما متصل نیه وقتی که متصل نباشه قطعی داشته باشیم در سرکت الکترون ها که حرکت کنن پس ما به حرکت الکترون ها در یک جای مثل سیم فلزی میگیم جریان برقی دیگه اما شما شاگردای عزیز باید سمبول ها در یک سرکت بشناسید شاگردایی که به برق علاقه دارن بعدا میخوان که انجینیر برق شوند از همین الان شروع کنید این سمبول ها رو بدانید که چه هستن خب سمبول ها رو با هم دیگه روی تخت سیاه رسم میکنیم خب اولیشی بیتریه بیتری رو ما در یک سرکت با این سمبول نمایش میدیم به این صورت قطب مثبت و قطب منفی این میشه یک دانه بیتری اما آمدیم و در سرکت خودمان دو تا بتری داشتیم اون رو چه قسمی نمایش میدیم؟ اون رو به این صورت نمایش میدیم اینجا میشه قطب منفی و اینجا هم میشه قطب مثبت. ما اینجا دو تا بتری داریم دیگه خب سمبول بعدی در رابطه با سویچ یا کلید هایی هست که در یک سرکت وجود داره ما کلید یا سویچ به این صورت نمایش میدیم این میشه سمبول سویچ دیگه هر جایی سمبل دیدین به معنای سویچ هستم خب سمبل بعدی که باید یاد بگیریم مقاومت ها. شما نگاه کنید مقاومت برقی رو که ما در همین فضل و با از آشنا میشیم با این سمبل نمایش میدیم این شو سمبل مقاومت برقی در رابطه با گروپ خب گروپ چه قسمی نمایش میدیم گروپ به این صورت یک دایره ضربیدر این صورت این میشه سمبل گروپ سیما چجوری نمایش میدیم سیما به یک قسمت یک خط صاف میکشیم این نشان دنده سیم هست پس یک مرور داشته باشیم این سمبل چی بود یک دانه بیتری این سمبل چی بود دو تا بیتری این سمبل سویچ بود آفرین این سمبل مقاومت برقی بود این سمبل گروپ بود و این هم سمبول نشاندنده چی بود؟ نشاندنده سیم برقی بود پس اینها را به خاطر بس بارد شاگرد عزیز خب ما باید بتانیم جریان برق اندازه گیری کنیم شما در صنف های قبلی با واحد کلمب آشنا شدید ما گفتیم واحد اندازه گیری چارج برقی چیه؟ کلمب دیگه است؟ واحد اندازه گیری چارج برقی کلمبه. اینا رو در سنفای قبلی یاد گرفتیم حالا چی میگیم؟ میگیم که اگر از سطح مقطع یک سیم یک کلم چارج در یک ثانیه عبور کنه ما میگیم که جریان برقی یک امپیر ایجاد شده خب به تختسیان نگاه کنید چی گفتیم؟ میگیم که اگر یک کلم چارج در مدت یک ثانیه از یک سیم عبور کنه جریانی که ایجاد میشه برابر با یک امپیر نکته ای که وجود داره اینه که واحد اندازگیری جریان برق شاگی عزیز آمپیره. یادتان باشه پس هرگاه از شما سوال پرسان شد که واحد اندازگیری جریان برق چیه؟ شما میگین امپیر خب این فارمول داره برای محاسبه اما فرمولش در کتاب درسی نیامده شما در سینفه بعد با فرمول ازی آشنا میشین. فرمولش به این صورته میگیم اگه ما بخوایم جریان برقی رو اندازه گیری کنیم میشه کیو بر تی دیگه کیو چارج برقی نشان میده و تی هم زمان نشان میده شما در این حد بدانید کافیه چون که در صنف دهم ما با فرمول از بیشتر آشنا میشیم اما در عمل ما برای اندازه گیری جریان از یک آله استفاده میکنیم به نام امپیر متر خب امپیر متر شما روی شکل هم میبینید شاگرد عزیز امپیر متر یک صفحه داره که روی از این صفحه یا عقربه ای یا دیجیتالیه دیگه جدیداش دیجیتالیه شما نگاه میکنید که یک صفحه داره و دو تا سیم داره این دو تا سیم ما متصل میکنیم و میتونیم که جریان برق اندازگیری کنیم نکته که وجود داره اینه که امپیر متر در سرکیت ها به صورت مسلسل وصل میشه به چه صورت؟ به تخت سیاه نگاه کنید فرض کنید که یک گروپ داریم اینجا اینجا هم یک بیتری داریم پس داریم که امپیر متر اینجا متصل کنیم گفتیم به صورت مسلسل وصل میشه به صورت مسلسل به چه صورت به این صورت یعنی یک طرفش به بیتری وصل شده و یک طرف دیگهش به گروپ وصل شده اینجا همه یک نکته دیگه هم به شما میگیم که سمبولی که نشاندنده امپیرمیت در سرکیت هست هسته به این صورته یک دایره A دو تا خط است؟ این میشه سمبولی که نشاندنده امپیرمیت در یک سرکیت هسته پس نکته رو خوب یاد گرفتید دیگه امپیر میت در یک سرکت به صورت مسلسل وصل میشه یعنی چی موازی نیه مسلسله یعنی یک طرفش به گروه وصل شده و یک طرف دیگه هم به بیتری متصل شده مفهوم بعدی که قراره یاد بگیریم با همدیگه تفاوت پتانسیله. خب مثال بزنیم تا تفاوت پتانسیل شما بهتر متوجه بشین روی شکل نگاه کنید فرض کنید که ما دو تا منبع آب داریم منبع A و منبع B منبع A ما پر از آبه منبع B خالیه اینا توسط یک نل به هم دیگه وصل شدن و یک شیرم وسطش قرار دارن خب اگه شما با شیر باز کنید آب از منبع A وارد منبع B میشه خب علتش چیه چرا این اتفاق میفته علتش شما قبلا هم یاد گرفتید علتش اینه که این آبی که در ظرف A وجود داره یک فشاری را بر ته ظرف وارد میکنه صحیح خب این فشار بر ته ظرف وارد میشه ظرف B هم که خالیه پس اینجا یک تفاوت فشار داریم وقتی که شما شیر باز میکنید بلت همین تفاوت فشاری که وجود داره آب از منبع A وارد منبع B میشه یا در رابطه با انتقال حرارت قبلا صحبت کردیم گفتیم عاملی که باعث انتقال حرارت میشه اختلاف درجه حرارتی بین دو جسم است پس تفاوت پتانسیل چی تعریف میکنیم میگیم که هرگاه بین دو جسم هادی این دو تا جسم داریم هر دو هادی هست آیق نیسته یا بین دو انجام یک جسم هادی چارج های برقی جریان پیدا کنند ما میگیم که بین دو جسم یا بین دو انجام جسم تفاوت پتانسیل وجود دارد این میشه از تعریف تفاوت پتانسیل اما در عمل ما باید یک آله داشته باشیم یک وسیله ای داشته باشیم که بتانیم چیکار کنیم پتانسیل اندازه‌گیری کنیم و وسیله که استفاده می کنیم اسمش هسته ولتمتر خب شما رو این شکل نگاه کنید ولتمتر هم مثل امپیر متر دارای یک صفحه است حالا یا صفحه اقربه یا دیجیتالیه و دوتا سیم هم داره که این دو تا سیم ما متصل می کنیم و می تانیم که مقدار ولت حساب کنیم اما نکته که وجود داره شاگردای عزیز اینه که متر در یک سرکت به صورت موازی وصل میشه خب چه قسمی؟ با هم دیگه ببینیم فرض کنید که ما یک سرکت داریم به این صورت یک مقاومت داریم یک بیتری هم اینجا داریم یک سرکت ساده دیگه قصد داریم که ولتمتر رو بعضی متصل کنیم چی کار مونیم؟ میگیم که ولتمتر در سرکت به صورت موازی وصل میشه به این صورت میگیم که ولتیمتر ما اینجا قرار میگیره دیگه یعنی هر دو تا سرش آمدیم به یک مقاومت وصل کردیم در امپیرمتر شما به خاطر دارید که یک سرش ما به گروه وصل کردیم یک سرش به بیتری دیگه اما اینجا به صورت موازی قرار گرفت یعنی هر دو سرش ما آمدیم در یک جا متصل کردیم دیگه صحیح شد خب شاید عزیز درس امروز ما هم خلاص شد اما به عنوان یک کارخانگی یک سوال برای شما در نظر گرفتیم این سوال با همدیگر روی تخت سیاه می نویسیم شما جواب های به شماره 2964 780 255 413 برای ما روان کنید سوال ببینیم سوال یکی در کدام شکل ما آله خودمان درست متصل کردیم شکل اول با هم ببینیم یک گروپ داریم بیتری داریم ولت متر اومدیم کردیم آیا ولت متر ما درست واس کردیم یا خیر شما برامون ما میگین خب شکل دوم رو با هم میبینیم خب آمپر متر ما صحیح واس کردیم یا خیر یک گروپ داریم دو تا بیتری داریم دیگه خب آمپر متر ما آمدیم متصل کردیم برای اندازه گیری جریان خب کدام یک درست نصب شده و کدام یک درست نصب نشده این سوال برای ما حل کنید و برای ما روان کنید خب شاگردای عزیز درس امروز ما هم خلاص شد در رابطه با جریان برقی و تفاوت پتانسیل با شما عزیزان صحبت کردیم تا جلسه بعد خدا نگهدارتان